اسرارالدین 62 ساله مسنترین اشتراک کننده امتحان کنکوری امسال است. با پوهنتون پکتیا آمده است تا در امتحان کنکور شرکت کند. در میان ده ها اشتراک کننده در شهر گردیز منتظر آغاز امتحان کنکور است. آرزو دارد با پنزه شرعیات پوهنتون پکتیا کامیاب شود. اجازه تصویربرداری از جریان امتحان با ما داده نمی شود. اما با پایان امتحان از اسرارالدین پرسیدیم چی احساسی داشته. امسال علاقه پیدا کردم تا بیایم درس بخوانم. امتحان را دادم و امید دارم با کمک خداوند کامیاب شوم. اسرارالدین اینجا در خانه در حاشیه اولسوالی زرمت غربی پکتیا زندگی می کند. پدر 4 فرزند است. 2 فرزندش معلم در مکتبند و 2 فرزند دیگری و کودک هستند. اسرارالدین از 18 سال به این سو در یکی از مکاتب شهر پکتیا معلم است. همواره سر و کارش با کتاب بوده و باور دارد برای آموختن هیچگاه دیر نیست. تقریبا ده سال سپری شد. امسال سال 11 هم است که من فارغ شده هم. در همین 10 سال من اراده داشتم تا پوهنتون بخوانم، اما رشته دلخواهم تازه ایجاد شد. جوانتر از اسرارالدین اما مسنتر از هر اشتراک کنندگان دیگری امتحان کنکور در پکتیا، غلام حضرت است که 54 سال عمر دارد. میگوید سال گذشته نیز در امتحان کنکور شرکت کرده بود، اما با پوهنتون دلخواه خود کامیاب نشد. امسال یک بار دیگر میخواهد تا بخت خود را بیازماید. ما باید تلاش داشته باشیم تا به هر کار عزم و اراده قوی داشته باشیم تا موفق شویم. در غیر آن هیچگاه نمیتوانیم در کارهای ما موفق باشیم. غلام حضرت 5 فرزند دارد و 19 سال میشود که در یکی از مکاتب شهر پکتیا معلم است. میگوید اگر کامیاب شود حیران است و پوهنتون چگونه بیاید و مصارف پوهنتون را از کجا به دست آورد. من فقر اقتصادی داشتم، پول نداشتم، حتی توان خرید یک کتابچه را نداشتم. من زمانی که مکتب میخواندم پدرم توان خرید کتابچه را برایم نداشت. حال هم که من به پوهنتون امتحان دادم، اگر کامیاب شوم حیران هستم که به پوهنتون چگونه بیایم. در مجموع در امتحان کنکور امسال در پکتیا نزدیک به 4400 تن شرکت کردند که 236 تن آنها دختران بودند. پوهنتون‌های خصوصی و دولتی پکتیا گنجایش جذب 3225 محصل را امسال خواهند داشت. اینکه اسرارالدین و غلام حضرت مسن‌ترین اشتراک کننده های امتحان امسال کامیاب و به کدام یکی از پوهنتون‌ها جذب خواهند شد، پرسشی است که پاسخ آن تا کمتر از 2 ماه با اعلان نتایج نهایی امتحان کنکور روشن خواهد شد.